کمیسیون آزادی های مذهبی بین المللی در دولت آمریکا در گزارش سالانه خودش در امور آزادی مذهبی در بررسی وضعیت ایران گفته مقام های رژیم ایران از خشونت جنسی و جنسیتی برای دور کردن مردم ایران از مطالبه مسالمت‌آمیز حق بنیادین خودشان برای آزادی مذهبی استفاده می کنند. آزادی مذهبی چیه و شاخص‌های اعتقاد به اون چیه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با خانم شیرین نریمان، فعال حقوق بشر از آمریکا. به شما خوش آمد میگم خانم نریمان، خیلی ممنون که برای این گفتگو اومدید. با سلام و درودهای بیکران به شما و هموطنان عزیزم در سراسر جهان. زنده باشین. محتوای گزارش کمیسیون آزادی‌های مذهبی درباره ایران چیه؟ اگه بشه توضیح بدین که این گزارش روی چه نکاتی تاکید کرده؟ بله، همونطور که شما گفتین این یک گزارش هستش که سالانه تهیه میشه و در اون از اشاره البته یک گزارش هستش که از کشورهای جهان میشه، ولی خب خوشبختانه یا بدبختانه اسم لیست ایران در این لیست خب خیلی هایلایتش پررنگتر از همیشه هستش و این اشاره میکنه به آزادی‌های مذهبی در هر کشور. متاسفانه در ایران از آزارهای جنسی و جنسیتی بر علیه مردم ایران استفاده میشه تا از اونها جلوگیری کنه، برای ابتدایی ترین حقوق که همون انتخاب مذهب هستش از اونها رو ممانعت میکنه. این یک گزارش 90 صفحه‌ای بود که روی اون جلد اون هم اختصاص داده شده بود به عکس ژینا مهسا امینی و به اون اشاره میکنه به طور خیلی ریز به موارد متفاوتی که در ایران افرادی که اسمی را از افرادی که به خاطر تعلقات مذهبی یا اعتقاداتی در زندانها به سر میبرند و همینطور اشاره میکنه به سرکوب هموطنان بهایی، هموطنان سنی، همونطور که الان خودتون هم گفتین هموطنان بلوچ ما که اکثرا سنی هستند، اونها دستگیری، ناپدید شدن و اعدام اونها اشاره میکنه، به دراویش گنابادی اشاره میکنه، به دستگیری های اونها و همینطور به افرادی که متعلق هستن به اقلیت های جنسی و جنسیتی و تمام اینها رو بررسی میکنه، مورد بررسی قرار میده و از یک گزارشی هستش از یک سال گذشته به خصوص که بعد از کشته شدن و شهادت ژینای گرامی این فشارها چندین برابر شده در ایرانمون. استمرار طبقه بندی ایران به عنوان کشورهای دارای نگرانی ویژه چه پیامدی برای رژیم داره؟ چون این گزارش هر سال داره منتشر میشه و رژیم همونجور که شما هم توضیح دادین جزء صدر ناقضان حقوق های اقلیت های مذهبیه. بله، ببینین در این گزارش اسامی کودکانی که در سال گذشته به توسط رژیم به شهادت رسیدن، مثل کیان پیرفلک، مثل آرمیتا عباسی، مثل نیکا شاکرمی، این اسامی رو آوردن. همینطور از اعدام هموطنان بلوچ یا زندانی هایی که انجام میشه، یک فرد مسیحی که به 10 سال زندان محکوم شده و همینطور از اعدام از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، 4 تا از هموطنان همجنسگرا اعدام شدن و 2 نفر دیگه در زیر خط اعدام قرار دارن. به تمام اینا اشاره میکنه و در کنار اون این گزارش یک سری توصیه ها داره و توصیه‌ای که به دولت بایدن، به دولت وقت و در این مورد به دولت آقای بایدن داده شده در رابطه با نقض مستمر حقوق بشر در ایران و در اون اشاره میکنه که افرادی که موجب این فشارها، سرکوبها، شکنجه‌ها و اعدامها هستند یا باید در لیست تحریم قرار بگیرن یا اگر در لیست تحریم هستن در اون لیست نگهداری بشه. همچنین یک توصیه خیلی بهتر و خوبتر هستش در اون و اون هستش که ایران رو از دولت بایدن از آمریکا میخواد که
ایران رو ارجاع بکنه به اصطلاح به دیوان کیفری بین المللی به دلیل نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، و اونهایی که این ناقضین هستن رو بشه به پای میز محاکمه کشون، که این بسیار مهم هستش برای اینکه اون افرادی که باعث این همه شکنجه و سرکوب هستن باید پاشون به دادگاه‌های بین‌المللی برسه و باید مورد سوال قرار بگیرن برای چی این همه شکنجه و سرکوب و همونطور که خودتونم اشاره کردین اعدام، زندانی‌های طولانی. خب اینها باید همه باید ایران رو مجبور کرد که بدونه که در بیرون از مرزهای ایران پاشون رو بذارن، این افراد باید محاکمه بشن، باید دستگیر بشن، محاکمه بشن، و این به ما این اجازه رو میده که بخوایم روی اون امتیازی که داده میشه که بتونیم به دیوان بین‌المللی ببریمشون، بتونیم این افراد رو مورد بازداشت و به میز محاکمه بکشونیم. بله. خب خانم درمان، اجازه بدین کمی فراتر از این خبر بریم، از اونجایی که آزادی و دستیافتن به اون و در واقع مبارزه برای اون کمی پیچیده و بغرنجتر هست. بخوایم بپرزیم به عناصر دیگه که توی صحنه سیاسی ایران هستن. الان جریان‌ها و گروه‌های زیادی هستن که صحبت از آزادی و پایبندی به آزادی می‌کنن. ولی شاخص یک جریان یا فردی که به آزادی اعتقاد داره و پایبند هست، شما اون رو چجوری می‌بینید؟ خب ببینین، الان ما وارد یک باز جدیدی شدیم، یک مرحله جدیدی ایجاد شده و اون این هستش که خب بعد از تظاهرات ها و انقلاب اخیرمون که در جریان هستش، تظاهرات بسیاری ما میبینیم و در خارج کشور مردم، خب ایرانیان عزیز پای تظاهرات ها اومدن، اعتراضات بر علیه این رژیم دارن مبارزه میکنن، ولی اون چیزی که معلوم هستش و از اینجا درمیاد، اگه واقعا گروهی فردی به آزادی معتقد باشه، هیچ وقت باعثی نمیشه که بره بخواد دیگران، بقیه هموطنان دیگرش رو بخواد، اینکه اختلاف عقیده و اختلاف نظر داره مورد سرکوب قرار بگیره. و این چیزی هستش که ما مرتبا در تمام این تظاهرات ها داریم میبینیم، ایراد به پرچم، نوع پرچم، چه جور پرچمی ایرانی هستش، چه پرچم ایرانی نیستش، یا مثلا چه شعاری میتونی بیاری، چه شعاری نمیتونی بیاری، یا اشاره کردن به اقلیت هایی که ملت هایی که در کشور ما وجود داره و اونها رو تجزیه طلب صدا کردن. همه این حرکت نشون میده که این افراد تنها چیزی که نمیدونن چیه آزادی و دموکراسیه. آزادی و دموکراسی یعنی تحمل عقیده، یعنی اینکه بتونی در کنار دیگران با همدیگر تحمل کرد و به یک هدف رسید. اما اون چیزی که ما در چند ماه اخیر دیدیم، به خصوص از جانب سلطنت دوستان و اصلاح طلبانی که یک شبه سلطنت طلب شدن، به طور مستمر در تمام تظاهرات ها میبینیم، این هستش که حرف از سرکوب و حرف از ضرب و شتم و اعمال نظر خودشون به زور به دیگران هستن. خب ما دیدیم که توی تظاهرات بلژیک یک هموطن رو به خاطر اینکه شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر داشت، چطور مورد ضرب جهر قرار دادن. همینطور در همین تظاهرات چند روز پیش شاهد بودیم که چطور واقعا یک مش اوباش به دیگران حمله میکنن و اونها رو مورد حتاکی قرار میدن، مورد ضرب و جرح قرار میدن. این واقعا میتونی شما یک فرد آزاد میتونه هم عقیده فرد دیگه نباشه، میتونی منتقد باشی، میتونی بگی من انتقاد دارم به این کار، یا مثلا من با شما موافق نیستم، ولی نمیتونی مرزها رو بذاری کنار و بری جلو و شروع به بددهنی، ضرب و شتم و این چیزا بکنی. البته خود من شخصا و بچه‌هایی که مثل من هستن، ما با این جریان آشنایی داریم، چون درست بعد از انقلاب ما دیدیم که چطور زهرا خانم ها،
لومپنهای اون موقع با چوب، چماق، زنجیر به جون این میزهای کتابی که همه سازمانها داشتن و خب البته سازمان مجاهدین تعداد بیشتری رو داشتن، ولی همه سازمانها داشتن در کنار خیابونها، ولی اینا حتی اون هم نمیتونستن تحمل کنن، میریختن، میزدن و به هم میریختن. همین حرکت رو الان ما داریم میبینیم توی این تظاهراتی که انجام میشه، حتی تو گروهی که خودشون درست کردن میبینید که با هم دیگه درگیری میکنن و همون شکل شکنجه و همون شکل سرکوب رو میبرن جلو. ولی در کنارش ما چی داریم؟ یک نیروی داریم، من به طور مشخص خب شورای ملی مقاومت رو میگم، بهش اشاره میکنم که با تحمل، با احترام، مهمتر از همه چیز با احترام به همه احزاب، به همه قومیت‌ها کار میکنه و طرحی که میریزه در شورای ملی مقاومت، طرحی که داره به تمام اونها، به آزادی مذاهب، به همه چی احترام میگذاره، اونها رو میاره توی مندیت خودش، میاره توی اصل خودش و بهش پایبنده و بهاش هم میده. خب وقتی که من فکر میکنم که بررسی تاریخ، به خصوص تاریخ 44 سال گذشته ما، باید نشون بده که چه گروهی، چه حزبی، چه افرادی متعهدن به آزادی و دموکراسی و چه گروهایی نیستن. و هر چیزی که داریم میگذره ما اینو داریم بیشتر و بیشتر میبینیم و من فکر میکنم هر فرد ایرانی که واقعا با وجدان و با شرف هستش، وقتی به همه چی نگاه میکنه متوجه میشه که چه گروهی نه تنها به آزاد، هنوز رژیم ایران نیفتاده، حرف از سرکوب میزنه، حرف از اعدام میزنه، حرف از محاکمه میزنه و چه گروهی پایبنده، بهاشو میده، بهای آزادی رو باید پرداخت. و من فهم کنم برمیگرده به تاریخچه مبارزاتی هر گروهی و اون رو باید نگاه کرد. بله. این تفاوت ادبیات که میگین واقعا خیلی محسوسه و واقعا بعضی از این کلاب هاوس ها رو اصلا نمیشه تحمل کرد. خب بعد از قیام 1401 یکی از کلماتی که خیلی مورد سوء استفاده برای متوقف کردن قیام قرار گرفت کلمه اتحاد بود. اتحاد برای جنگ با رژیم و سرنگونی اون که البته بد نیست، اما باید روشن باشه که شرط قابل قبول برای اتحاد چیه؟ به نظر شما این شرط و شروط چی باید باشه؟ چون البته خیلی هم به این نقطه رسیدن، ولی از نظر شما مرزبندیش کجاست؟ ببینین، همونطور که شما گفتین، اتحاد چیز بسیار خوبی هستش. اتفاقا این چیزی که رژیم ایران نمیخواد ما به اتحاد برسیم و همه سعیشو میکنه، از هر ترفندی استفاده میکنه که بخواد توی این اتحادی که میتونه شکل بگیره شکاف ایجاد بکنه. اما اتحاد باید یک چارچوب داشته باشه، یک مرزبندی باید داشته باشه، مرزبندی که من بهش معتقدم و همینطوری که خود مقاومت ایران بهش معتقده، مرز نشاه نشیخ هستش. مسئله اصلا شخصی نیستش، مسئله سیستمه. ما دو تا سیستم رو بهش میگیم نه برای همیشه تموم شده. سیستمی که یک نفر بالا بشینه و برای همه کشور تصمیم گیری کنه، حق وتوی همه چی رو داشته باشه. ما با اون مشکل جدی داریم و نمیخوایم دوباره برگردیم به اون نقطه‌ای که یک نفر تصمیم بگیره. چه فرقی داره اگر ولی فقیه باشه یا میخواد شاه باشه، هی بخواد این ریل عوض بشه؟ نه، ما معتقد هستیم و پایبند به این هستیم که باید یک جمهوری دموکراتیک بر ایران حاکم باشه، جایی که دین و مذهب یک مسئله شخصی باشه، دور از تصمیم‌های دولتی باشه، جایی که قوه قضاییه استقلال کامل داشته باشه، جایی که ارتش، تنها وظیفه ارتش به برون مرزی باشه. اونایی که میگن شاه و یعنی مرز شاه و شیخ ندارن، یا اینکه میگن حالا با یه قسمتی از این رژیم میشه کار کرد، بعد بهش گفتش که این همون چیزی بود، همون سناریویی بود که خمینی باش اومد جلو. خمینی در قبل از اینکه از سر بیاد اصلا سر کار، از آبان
سال 57 با دولت آمریکا در حال مذاکره بود و قول داد و همینطور توافقی با ارتش و یه مقدار از خود ساواک و آمریکا که هیچ تغییری در زمام امور ایران ایجاد نمیشه و فقط افراد عوض میشن، که همین هم شد. یعنی سیستم سرکوب همون بود، فقط فرد عوض شد و این و بدنه اصلی رو نگرش ها گفتش که یه مقدار از سرانشون رو اعدام میکنیم یا دستگیر میکنیم، مجازات میکنیم، که بعد به اون اعدام ها ختم شد. ماله. ولی با اون بدنه ای که مون چیکار کرد؟ شروع کرد به سرکوب کردن. همه این افرادی هم که میگن شاه و شیخ دقیقا دنبال اینن، چون نمیخوان چیز خاصی عوض بشه. بر همین خیلی مهمه که اتحاد عالیه، باید اتحاد داشته باشیم، ولی سر مواضع مشخص، سر نفی کامل دو سیستم دیکتاتوری شاه و شیخ، دو سیستمی که بخواد از قدرت استفاده کنه که بخواد سرکوب بکنه. بنابراین باید این مرزبندی مشخص کرد و من فکر میکنم الان زمانش رسیده. من بازم اشاره میکنم به شورای ملی مقاومت، برای که فکر میکنم بیشتر از 10 یا 15 سال پیش بود که اعلام کرد جبهه همبستگی رو. من فکر میکنم الان زمان اون رسیده که همه گروه هایی که مخالف شاه و شیخ هستن در کنار هم قرار بگیرن، جبهه همبستگی رو تشکیل بدن و با اون این چیزی هستش که خامنه ای ازش میترسه، این چیزی هستش که رژیم ازش وحشت داره، این چیزی که وزارت اطلاعات با ازش وحشت داره. بر همین میاد بیره خیلی سریع یک اتحاد خیلی مسخره جورج تاون رو درست میکنه و بعد منشور رو از داخل ایران مینویسن تحویل میدن به خارج کشور و بعد ما به اینجا میرسیم، به این کیاس میرسیم که تظاهراتی که میشه اینجوری همه به هم دیگه میپرن و انگار شده این جریان این اتحاد و منشور شده جریان این که فقط یه سری سلبریتی داشته باشیم، یه سری بیشتر مطرح بشن، یه سری و یه منبع درآمد. درسته که ما تو این جریان جدی هستیم، شورای ملی مقاومت و همه اونهایی که بر علیه شاه و شیخ میجنگن جدی هستن، به خاطر منافع و به خاطر مادیات تو این جریان نیستن، توی این خط نیستن، توی این خطن که این رژیم هر چی زودتر سرنگون بشه. امروز این رژیم سرنگون بشه، یک بچه دستفروش کمتر تو خیابونهای فردا ایران داشت، یک دختر و یک زن ایرانی کمتر باعث میشه که بخواد حتی بدنش رو بفروشه توی خیابونها. هر چی زودتر این رژیم سرکوب بشه، بچه ها و آینده ایران حفظ و حمایت میشن و ایران رو میشه از نو دوباره ساخت و من در اون شکی ندارم. ولی این بسیار مهمه که الان زمان جبهه همبستگی و جبهه و اتحاد همه نیروهایی که بر علیه شاه و شیخ هستن، دو سیستم هستن، الان وقت اون رسیده و نیاز بر این هستش که همه ما در کنار هم قرار بگیریم و در برابر اون اتحادی که ساخته و پرداخته وزارت اطلاعات هستش باید ایستاد. با سپاس فراوان از شما خانم شیرین نعیمان، فعال حقوق بشر از آمریکا، که در این گفتگو همراه ما بودیم. با تشکر شما.